گزارش تازه از حدود 1500 کشته در اعتراضات آبان ماه ایران. رویترز میگوید آیت الله خامنه ای دستور داده بود اعتراضها به هر شکل ممکن متوقف شود. ادامه فشارهای امنیتی بر کانون نویسندگان ایران. آرش گنجی مترجم بازداشت شد. منابع اطلاعاتی میگویند داعش در عراق دوباره جان میگیرد. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از مقام وزارت کشور ایران خبر داده که در اعتراضات آبان ماه 1500 نفر کشته شدند، از جمله 17 نوجوان، 400 زن و عده‌ای از نیروهای امنیتی. به گزارش رویترز، منابعی در حلقه نزدیکان آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های دولتی به این خبرگزاری اطلاعاتی محرمانه درباره نحوه مواجهه رهبر جمهوری اسلامی با اعتراض‌ها دادند. گزارش فرین آسمی را ببینیم با این هشدار که بعضی از تصاویر این گزارش ممکن است برای بینندگان آزاردهنده باشد. مردم ریختن تو آگاهی. خبرگزاری رویترز در گزارشی که 38 روز بعد از آغاز اعتراض‌ها در ایران منتشر کرده، خبر داده که رهبر جمهوری اسلامی در همان روزهای آغازین اعتراض‌ها مقام‌های ارشد امنیتی و دولتی را جمع کرد و دستور داد هر چه می‌توانند برای متوقف کردن معترضان انجام دهند. رویترز می‌گوید سه منبع در حلقه نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای و یک مقام دیگر حکومت ایران این موضوع را تایید کردند. بر اساس این گزارش، سه منبع در وزارت کشور ایران هم گفتند که حدود 1500 نفر در اعتراض‌های آبان کشته شدند، از جمله 400 زن و 17 نوجوان. این آمار بسیار بیشتر از آمارهایی است که تا به حال از طرف سازمان‌های حقوق بشری اعلام شده. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر اعلام کرده بود که دست کم 304 نفر در اعتراض‌ها کشته شدند. این سازمان گفته بود احتمالاً تعداد کشته‌ها بیشتر از این است. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، هم از کشته شدن بیش از 1000 خانواده های کشته شده ها، نبود اطلاع رسانی شفاف و فضای امنیتی باعث شده تعداد دقیق کشته ها و بازداشتی ها مشخص نشود. فرین آسمی، بی بی سی. ساعتی پیش از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، پرسیدیم چطور حکومت ایران هنوز رسماً درباره آمار کشته شدگان این اعتراض ها آمار دقیقی نمیدهد. در اینکه حرف نمیزنه اتفاقا یک نشانه است از اینکه تعداد آمار خیلی بیشتر از اون چیزهایی است که منابع حقوق بشری اعلام میکنن، شاید نزدیک به همین عدد رویترز. و دلیلش همین هست که از این واقعیت وحشت داره. این واقعیت در واقع نه تنها خلاف مانیفست جمهوری اسلامی، خلاف تمام شعارها، اون پرستیژ، اون تبلیغات ظاهری است که علی خامنه ای برای خودش درست کرده، بلکه یک شبه او رو از یک روحانی تبدیل میکنه به یک دیکتاتوری، به یک کاراکتری مثل صدام حسین. یادم باشه صدام حسین آخر سر به دلیل کشتار در شهری اعدام شد که در اون 650 نفر کشته بود، از 161 بعد از اینکه میخواستن ترورش بکنن. در واقع مسئله فقط سیاسی نیست، مسئله این هست که اگر این واقعیت رو بپذیره، نه فقط مخالفین جمهوری اسلامی، بخش های بزرگی از داخل حکومت که این روهای مذهبی اما با وجدان و با شرافت هستند، هم زاویه پیدا میکنن، مشکل پیدا میکنن و فاصله میگیرن از حکومت. از همون ساعات اولیه‌ای که ویدیوهای مربوط به اعتراضات منتشر شد، قبل از قطع اینترنت مخصوصا، اینکه نشون داده میشد که کسانی به عنوان تک تیرانداز، یعنی دارن از تفنگ دوربیندار استفاده میکنن، با تک تیرانداز مردم رو میکشن، و بعد هم معلوم شد، واضح شد که به بالای کمر شلیک شده. برای کسانی که تحولات سیاسی ایران رو پیگیری میکنن دو چیز واضح بود. مسئله اول این هست که این بود که این بدون یک دستور مرکزی، حالا یا آقای خامنه یا شورای عالی امنیت ملی، اصلا جرئت نمیکرد کسی چه اینجوری رفتار بکنه، چون تمام کشور داشتن نیروهای سرکوب چه این کارو میکردن. و دوم اینکه تعداد کشته ها به مراتب بیشتر از اون چیزیست که حتی مخالفین فکر میکنن و روز به روز هم بیشتر خواهد شد. واقعیت هستش که این چنین دستوری، یعنی این دستور سرکوب بیرحمانه ای که ما در عراق هم دیده بودیم، کاری که هشت و شبیه حزب الله لبنان با معترضین کرد، اصلا به غیر از آقای خامنه ای کسی دیگر در این کشور نمیتونست، حتی رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، حتی فرمانده سپاه هم جرأت چنین دستوری رو نداشت. بنابراین به من میتونم با اطمینان بگم که این دستور از طرف آقای خامنه ای بوده. گزارش رویترز درسته، اما نشانه دوم این هست که هیچ کس در این کشور جرأت نکرده تا الان چنین خبری رو اعلام بکنه. همین نشون میده که بخش‌های مختلف حکومت که به صورت کلاسیک اخبار رو درز میدارن، تا حالا بخش‌های مدافع حقوق بشر، میدونن که این دستور مرکزی از رأس هرم قدرت بوده، میترسن از تبعاتش، و در واقع به خاطر خود آقای خامنه ای است که سکوت کرده. مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. آرش گنجی از اعضای کانون نویسندگان ایران صبح دیروز در تهران بازداشت شد. این نهاد در اطلاعیه کوتاهی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، گفته چند مأمور امنیتی وارد خانه آقای گنجی شدند و بعد از تفتیش بعضی از لوازم و مدارک او را هم بردند.
آرش گنجی مترجم است، از جمله مترجم کتاب‌های مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی. فشارهای امنیتی بر اعضای کانون نویسندگان ایران در ماه‌های گذشته ادامه داشت. دو سال بعد از شکست داعش در عراق، نشانه‌هایی از تجدید قوای این گروه دیده می‌شود. مقام‌های کرد و دستگاه‌های اطلاعاتی غربی به بی بی سی گفتند که فعالیت این گروه در عراق پیچیده‌تر شده و حمله‌هایش هم در حال افزایش است. اولا گرین از شمال عراق گزارش می‌دهد. از بالای تپه‌ای در شمال عراق، این چشم‌اندازی است از منطقه‌ای که پیشتر در دست داعش بود. پیشمرک‌های کرد که در بیرون راندن پیکارجویان از اینجا نقش بزرگی داشتند، حالا می‌گویند داعش دوباره در حال نیرو گرفتن است. در منطقه مورد مناقشه بین کردها و نیروهای دولتی عراق. داعش الان روی این منطقه پیش روی ما تسلط داره؟ بله، مخصوصا در دلتای بین رودهای زاب و دجله دارن اینجا دائمی میشن. نگرانید؟ بله معلومه که نگرانیم، برای اینکه اونا خطر بزرگی هستن و هر روزی که میگذره میتونیم حرکات و فعالیت‌هاشون رو ببینیم. دارن خودشون رو دوباره سازماندهی میکنن. داعش همین کار را در هویجه کرده. آخرین مقرشان در عراق که حدود یک ساعت از اینجا فاصله دارد. پرچم عراق اینجا افراشته است، اما پیکارجویان در پی کشتن مقام‌های محلی‌اند. از جمله پدر این بچه ها. او مختار یا همان کت خدای ده بود که رفت و آمدها را به پلیس اطلاع می داد. کوچکترین فرزندش مرتب می پرسد پدر کی به خانه برمی گردد. شب که می شود داعشی ها بیرون می آیند تا مثل قبل به جان مردم ترس بیندازند. در این ویدیوی تبلیغاتی یک کت خدا را به سوی مرگ هدایت می کنند. فقط در هویجه 9 نفر کشته شدند. در این منطقه عاری از امنیت، نظامیان ما را همراهی می کنند. یک روز قبل از آمدنمان داعش برق منطقه را قطع کرد. نیروهای عراقی با دشمنی مواجهند که در همین نزدیکی هاست، اما پیدا کردنش آسان نیست. داعش دیگه نمیتونه ادعا کنه که اینجا قلمروی داره، اما هنوز قادر به انجام دادن حمله های مرگباره و هنوز هم میتونه بین مردم محلی ترس و وحشت ایجاد کنه. خیلی از مردم اینجا جرأت حرف زدن ندارن. رفتن از جایی به جای دیگه تنها در روشنایی روز ممکنه، نه در شب. شبه نظامیان در هویجه در حالت آماده باشند. یکی از ایستگاه‌های بازرسی در اینجا چند هفته پیش هدف داعش قرار گرفت. حسین حمزه زنده ماند، اما شاهد مرگ دو نفر از دوستانش بود. از زمان سقوط خلافتش داعش به غارها و تونل‌های زیر این کوه‌ها پناه برده. اما عراق پیشتر هم شاهد سربرآوردن خطر از چنین جاهایی بوده. حالا نگرانی از ظهور تهدیدی جدید برای منطقه و غرب در حال افزایش است. تلویزیون دولتی سوریه میگوید جنگنده‌های اسرائیل دیشب به اهداف داخل این کشور موشک شلیک کردند. منابع گفتند که نیروهای ایرانی از اهداف این حمله بودند. همچنین صدای انفجارهایی در نزدیکی دمشق پایتخت شنیده شد. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران میگوید امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه زنده و سالم است. فارس گفته که این خبر را در پی انتشار شایعاتی در مورد کشته شدن آقای حاجی‌زاده در حملات دیشب به سوریه منتشر کرده. خبرگزاری رویترز میگوید در اعتراضات آبان ماه ایران 1500 نفر کشته شدند. حکومت تکذیب میکند. در 60 دقیقه امشب میپرسیم چرا جمهوری اسلامی آمار جان باختگان را اعلام نمیکند. یک گزارش خبرگزاری رویترز شمار کشته های موج اخیر اعتراضات در ایران را 1500 نفر اعلام کرده، به نقل از منابعی در داخل حکومت. رکوردی تکان دهنده، دست کم در 40 سال اخیر. در پاسخ سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفته که خبرگزاری رویترز مرزهای جعل خبر را جابجا کرده.
ولی رویترز میگوید که به اطلاعاتی محرمانه از 3 منبع دست یافته. در این گزارش به یک نشست در دفتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران اشاره می‌شود که او در پایان روز دوم اعتراض‌ها با عتاب از مقام‌های امنیتی خواسته تا دامنه اعتراض‌ها را جمع کنند به هر شکل ممکن و با هر قیمتی، چرا که نظام در خطر قرار گرفته. این روایت درست است؟ اگر نه، چرا حکومت آماری از کشته شدگان منتشر نمی کند؟ خب خانم انتخابی فرد، چقدر از نظر شما این آمار و ارقامی که در گزارش رویترز بهش اشاره شده قابل استناد هست؟ اول از همه بگم که حتی یک نفر کشته هم خیلی زیاده، حالا چه برسه که بخوان بگیم 300 نفر، 500 نفر، 2500 نفر. در مورد جان شهروندان داریم صحبت میکنیم که مسلح نبودن و فقط در خیابانها برای اعتراض به بیکاری و وضع نابسامان اقتصادی اومده بودن. اما در مورد اینکه چقدر میشه استناد کرد به این آمار، من سابق برای در خبرگزاری اسوسییتد پرس کار کردم و برای خبرگزاری های رسمی مثل رویترز و اسوسییتد پرس مهم هست که آماری که به دست دبیران خبر میرسه از کجا تهیه شده. یعنی اینطور نیستش که فقط به استناد یک یا دو تلفن یک خبرنگار بخوان در مورد پوشش یک چنین اخبار مهمی اظهار نظر بکنن. از منابع مختلف این منابع تایید میشه و به تایید سردبیران میرسه و ذکر نام منابع برای دبیران خبر ضروری است که هویت اونها محرز باشه. غیر از اون غیر ممکنه که بخوان این خبرها رو منتشر بکنن. و اونطور هم که شما در اخبارتون منتشر کردین، از 3 منبع از وزارت کشور نام بردن و از منابعی که در قصالخانه ها بودن، در بیمارستان ها، مراکز پزشکی قانونی و بازداشتگاه. و به نظر میسته که این آمار به اون آماری که وزارت خارجه آمریکا پیش از اون آقای برایان هوک مطرح کرده بودن و تعداد کشته ها رو بالای 1000 نفر شمرده بودن نزدیک باید باشه. و نوع خشونت، قطع اینترنت و سرکوب وسیعی که گزارش شد، ویدیوهایی که از طرف مردم رسید، واقعا حتی متاسفانه شاید بتونه بگه که آمار از این هم بالاتر بوده. تهدید خانواده ها باعث شده که بسیاری از اونها خاموش باشن و اون چند نفری هم که با مطبوعات صحبت میکنن خانواده های بسیار شجاعی بودن و ما نمیدونیم که خانواده های دیگه در چه شرایطی هستن. قتل عام در ماهشهر هنوز ابعاد وسیعی داشته که حتی تعداد کشته ها و نوع خشونتی که به کار رفته تو اندازه‌ای برای رسانه‌ها روشن نشده. در مورد مسائلی که احتیاج به تحقیقات روزنامه‌نگاری داره تا یک خبری که شما جهت‌گیری سیاسی دارید، دو موضوع مختلف رو ما راجبش داریم بحث می‌کنیم. این در مورد یک تحقیق میدانی، یک روزنامه‌نگاری هستش که بر اساس مستندات باید انجام بگیره. اما یه وقتی شما یک پیشینه سیاسی به خصوص دارید، اما اگر متن خبر رو تغییر میده، اون نگاه سردبیریه. ما داریم در مورد آمار کشته شدگان مردمی صحبت میکنیم که در یک هفته که اینترنت در کشور قطع شد مردم قتل عام شدن. ما داریم در مورد وضعیت اضطراری در کشور صحبت میکنیم که بر اساس اون چیزی که در این گزارش اومده و اون چند هفته‌ای که مطبوعات اون رو پوشش دارن، نظام احساس کرد که ممکنه که با یک انقلاب روبرو بشه. به همین دلیل هست که هنوز حکومت جمهوری اسلامی هیچ آماری رو نه از بازداشت شده ها، نه از کشته شده ها، نه از مجروحان در اختیار نه رسانه های داخلی قرار داده، نه وزارت کشور اونا رو به صراحت اعلام کرده. خب اگر که یک مشکلی وجود نداشته باشه، چرا به صراحت نمیان به مردم توضیح بدن که چند نفر کشته شدن، چقدر از اینها کودکان بودن، نوجوان بودن. برای این مشکلی وجود داره که باعث شده که رسانه های بین المللی واقعا بخوان تحقیقات مستقل انجام بدن. بله، حتما این آماری نخواهد بود که 100% قابل استناد باشه، اما به نظر من به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک کسی که در صورت اینجا ما یه رسانه‌ای داریم که همکارامون هم تحقیقات میدانی انجام میدن، تا از چند منبع مستقل در بیرون خبر در مورد یک گزارش تحقیقی اطمینان حاصل نکنم، اون رو چاپ نمی‌کنم. و مسئله بعدی این است، یه توضیح کوچیکی بدم. واقعا یعنی در وضعیت فعلی همه داریم میبینیم که نظام در یک سو قرار گرفته و مردم در یک سوی دیگه هستن. در این شرایط چه توقعی دارید؟ در شرایطی که خبرنگاران رسانه ها داخل کشور نمیتونن فعالیت بکنن، خب استنادات باید اینطور باشه که منابعی از داخل کشور با خبرنگاران بیرون از کشور همکاری بکنن. در غیر این صورت
اطلاعاتی بیرون نمیاد. دادستان کل عربستان سعودی اعلام کرده است که 5 نفر به جرم دست داشتن در قتل جمال خاشقجی به اعدام محکوم شده. جمال خاشقجی از روزنامه نگاران منتقد دربار سعودی بود که پارسال در کنسولگری آن کشور در استانبول کشته شد. قتل این روزنامه نگار واکنش های جهانی برانگیخت و پادشاهی سعودی را در معرض انتقادهای گزنده قرار داد. کیوان حسینی گزارش میدهد. از روزی که جمال خاشقچی وارد ساختمان کنسولگری عربستان شد، نزدیک به 15 ماه گذشته. او هرگز این ساختمان را ترک نکرد. حالا دفتر دادستانی کل عربستان میگوید که بررسی پرونده قتل این روزنامه‌نگار به نتیجه رسیده و 5 تن از متهمین به اعدام محکوم شدند. همچنین 3 نفر دیگر در مجموع به 24 سال زندان محکوم شدند. در مجموع 11 نفر در عربستان به اتهام این قتل محاکمه شدند، اما اسامی این افراد یا جزئیات احکام منتشر نشد و دادستانی عربستان به انتشار اطلاعاتی محدود درباره این پرونده خبرساز اکتفا کرد. اما یکی از حواشی مهم محکم امروز خبری درباره این مرد بود. سعود القحطانی، چهره ای امنیتی که زمانی دست راست محمد بن سلمان ولیعهد عربستان محسوب می شد و در این پرونده بازداشت شده بود. به گفته دادستانی، شواهدی که نشان دهد او در قتل دست داشته پیدا نشد و او آزاد شد. سعود القحطانی از جمله 17 نفری بود که به ظن دست داشتن در قتل خاشقچی از سوی آمریکا تحریم شد. نفر دومی هم که آزاد شد این مرد بود، محمد العتیبی، کنسول عربستان در استانبول، که در فاصله کوتاهی بعد از ناپدید شدن خاشقچی درهای سفارت را به روی خبرنگارها باز کرد و در نمایشی تبلیغاتی تلاش کرد بگوید که از خاشقچی در کنسولگری خبری نیست. احکام اعدام و زندان و همین اطلاعات محدود در روز دوشنبه با انتقادهایی همراه شد. یکی از مهمترین منتقدها اگنس کالامارد بود، گزارشگر ویژه سازمان ملل. احکام امروز هر چیزی بود جز عدالت. چه بسا زیر پا گذاشتن عدالت بود و سیلی که به صورت جمال خاشقچی، خانوادهش و نامزدش زده شد. تنها کسانی در این دادگاه محکوم شدند که من آنها را آدمکش‌های رد پایین می‌خوانم. مسئولیت هیچ یک از مقام‌های رد بالا، به ویژه سعود القحطانی و بالاتر از او، بررسی نشد. روزنامه واشنگتن پست که کارفرمای آقای خاشقچی بود نیز از این احکام راضی به نظر نمی آید. این روزنامه در واکنش به این احکام بیانیه‌ای صادر کرد که در آن به فقدان شفافیت و خودداری مقام‌های عربستانی برای همکاری با تحقیقات مستقل اشاره شده و دادگاه قتل خاشقچی نیز یک دادگاه نمایشی خوانده شده است. در این بیانیه آمده که مسئولین اصلی این قتل از مجازات مصون ماندند. قتل جمال خاشقچی بیش از هر کس اما با نام محمد بن سلمان گره خورد. شاهزاده خبرساز جوان و ولیعهدی که در ماه‌های منتهی به قتل خاشقچی روز به روز بر نفوذ و قدرتش در دستگاه رهبری عربستان افزوده می‌شد. اما این قتل نام او را بر سر زبان‌ها انداخت. از همان نخستین روزها گزارش‌های تایید نشده‌ای درباره اینکه او از این قتل خبر داشته منتشر شد و در نهایت سازمان CIA هم اعلام کرد که باور دارد محمد بن سلمان دست کم از نقشه قتل خبر داشته. گزارش‌هایی که همگی با تکذیب عربستان همراه شدند. همچنین در تابستان امسال اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اعلام کرد که بر اساس تحقیقاتش قتل خاشقچی یک اعدام فراقانونی بوده و خواستار تحقیق از شخص محمد بن سلمان در ارتباط با این قتل شد. ریاض هرگز این درخواست سازمان ملل را نپذیرفت. کیوان حسینی، بی بی سی. علی سعدزاده، تحلیلگر جهان عرب از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای سعدزاده، در گزارش هم اشاره شد، به نظر نمیاد که حکم اعدام این 5 نفر خیلی از طرفهای این پرونده یا افکار عمومی رو راضی کرده باشه. چرا؟ برای اینکه اصلا مخالف اون چیزی است که دادستان خود عربستان سعودی در نوامبر گذشته موقعی که ادعانامه صادر شد هست. در نوامبر گذشته دادستان عربستان سعودی آمد گفتش که آقای سعود القحطانی، مشاور عالی محمد بن سلمان، تقسیم کار کرده بوده بین این عده گروهی که رفتن در استانبول و قرار و این آقای خاشقچی رو کشتن. و آقای احمد اسیری، معاون وزارت اطلاعات عربستان سعودی، هم کسی بوده که
قرار بوده در بین این گروه آقای خاشقجی رو با اصرار یا به زور از استانبول وارد عربستان سعودی بکنه، ولی از اونجایی که برنامهش موفق نمیشه اونجا، رئیس به اصطلاح مسئول اصلی این کمانده 21 نفره تصمیم میگیرن آقای خاشقجی رو اونجا رو بکشن. این حرف دادستان عربستان سعودی در نوامبر گذشته است. الان همون دادستانی، نه اون شخص، بعد که آقای شعلان یک نماینده دادستان دیگری امروز اعلام کرده نخیر، آقای سعد قحطانی اصلا به اصطلاح مسئولیتی نداره و آقای اسیری معاون وزارت اطلاعات هم اصلا مسئولیت نداره، این دوتا رو آزاد کرده. و کنسول عربستان سعودی هم که در اون زمان در استانبول بوده ایشون رو هم آزاد کرده، با اینکه در ادعانامه قبلی علیه ایشون هم ادعانامه برقرار شد. بنابراین اون چیزی رو که امروز انجام دادن در حقیقت مخالف چیزی است که دادستان خودشون در نوامبر گذشته گفته. این یکی. دومی که من فکر نمی کنم با این کاری که امروز عربستان سعودی به اصطلاح ارائه کرد بتونه یک وجهی برای آقای محمد بن سلمان یا دستگاه قضایی عربستان تهیه بکنه بخره. برعکس، همه فهمیدن که دستگاه قضایی عربستان سعودی یک دستگاه سیاسی است و قضایی نیست. خب یک سال از این ماجرا گذشته، اوائل خیلی سر و صدا می شد دربارش، حالا کمتر شده. ممکنه که با مرور زمان ابعاد این موضوع بخوابه و محمد بن سلمان در حقیقت وادار بکنه افکار عمومی رو که اون رو فراموش بکنند یا کمتر جدی بگیرند. گذشت روزگار به فراموشی خواهد سپرد، چون به هر حال مسائل دیگری اتفاق میفته که اهمیتش بیشتر از اینه. احتمالاً در خود عربستان سعودی اتفاقاتی میفته، در آمریکای اتفاقاتی میفته و خود این مسئله تبدیل به این مسئله ثانویه میشه. ولی برای امروز تا همین لحظه ای که ما هستیم، برگزاری این دادگاه به این شکل و این ادعانامه فعلا تا یه مدت معینی، حالا این مدت معین چقدر خواهد برای آینده نزدیک، کمکی به عربستان سعودی نخواهد کرد. ولی درسته، خیلی چیزها در تاریخ به فراموش سپرده شده، این هم به فراموشی سپرده میشه، ولی برای کسی که بعدها تحقیق خواهند کرد حتی در نحوه کار کردن دستگاه قضایی عربستان سعودی یک نمونه میشه که چگونه دستگاه قضایی عربستان سعودی در حقیقت به دستور سیاسی این کارها رو انجام داده. شما در گزارشاتون هم گفتید، هم دولت انگلستان، بریتانیا، هم روزنامه واشنگتن پست، هم روزنامه گاردین، هم تقریبا خبرنگاران بدون مرز و حتی خانم کالیمار که گزارشگر ویژه سازمان ملل بوده راجع به این مسئله، همه اظهار نظر کردن و همه گفتن یک مسخره بوده، این تمسخر هست، تمسخر قضایی است این کاری که عربستان سعودی امروز کرد. سپاسگزارم از علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب از فرانکفورت آلمان با ما.